بررسی رویدادهای هفته، برنامه‌ای از بیژن افتخاری. تجزیه و تحلیل رویدادهای هفته از نگاهی دیگر، ارمغانی از رادیو تلویزیون مانی. بینندگان عزیز رادیو تلویزیون مانی، درود بر شما. بیژن افتخاری هستم در یکی دیگر از برنامه‌های بررسی رویدادهای هفته. امروز چهارشنبه سوم دی ماه سال 1399 برابر است با 23 دسامبر سال 2020. دوستان گرامی، من تلاشم در این سری از برنامه‌ها این بوده که راه حلی پیدا کنیم برای این مشکل 42 ساله کشور ما توسط یک عده بی وطن اشغال شده، یک عده‌ای که دشمنی دارن با ایران و ملت ایران و تاریخ ایران و تلاش دارن تا ماهیت ما ایرانی ها رو عوض کنن و اصلا اگه بتونن تاریخ ما رو کاملا به فراموشی بسپرن و سعی کنن ثابت کنن که ما از زمانی که اعراب بدوی به ما حمله کردند از اون موقع ما تاریخ داریم، قبل از اون ما تاریخی نداشتیم، در حالی که تاریخ ما تا قبل از حمله اعراب تاریخ بسیار پرمحتوا و انسان مداری بود و این حیوانات، البته توهین شد به حیوانات، این مادون حیوانات تلاش کردند که ما رو به سطح خودشون بکشونن. حالا در طی تاریخ مقاومت های زیادی شده، از جمله شاهنامه فردوسی که تلاش کرد ماهیت و هویت ما ایرانی ها رو حفظ بکنه، و احیانا تلاش های دیگری از طرف سایر و افراد دیگری که سعی کردن برای ما این هویت ایرانی خودمون رو حفظ بکنن. امروز هم دوستان زیادی هستن که تلاش دارن بحث فلسفه ایرانی و تاریخ ایران قبل از اسلام رو برای جوانها زنده نگه دارن. در همین رادیو تلویزیون هم دوستان زیادی هستن که در این قضیه تلاش میکنن. یه بخش کوچکیش رو هم من به عهده گرفتم که با اساتید محترم جناب آقای بیداربخت و جناب آقای طاهری به این مسئله پرداختیم. خب حقیقتا من تلاش ندارم که شما رو با حرفای عجیب و غریب و احیانا یه سری دروغ و راست و قاطی کنم و جلب توجه کنم، براتون برنامه بذارم و احیانا مثل بعضی ها مدعی بشم که بعد اصلا از بیت رهبری یواشکی به من این خبرها رو میدن. چنین چیزی نیست و چون چنین چیزی هم نیست، انتظار ندارم که این برنامه ها بیننده های میلیونی پیدا کنه یا صدها هزار نفر نگاه بکنن. اما من به عنوان یک ایرانی و کسی که علی‌رغم اینکه در خارج از کشور زندگی میکنه، فکر و ذکرم و قلبم در ایران هست، بر خودم واجب میدونم که تا اونجایی که میتونم مطالبی رو که به ذهنم میرسه با شما در میون بذارم و امیدوار باشم مورد توجه اون دسته کوچکی از ایرانی ها قرار بگیره که اسیر این قوغا سالاری های رسانه‌ای نشدن هنوز و سعی میکنن به روش عقلایی راه و روشی برای برچیدن بساط این نظام ننگی ارائه بکنن. خب در این مسیر دوستان گرامی، صحبت های زیادی در همین تلویزیون مانی من تقدیم حضورتون کردم و البته بعضی ها مورد استقبال قرار میگیره، در پاره موارد هم انتقاد میشه. این انتقاد هم دو سه جوره حقیقتا. یه سریش که از طرف طرفدار جمهوری اسلامی به معنی که احساس بکنن جایی صحبتی میشه که ممکنه تأثیری روی مردم بگذاره، اینا به اون حمله میکنن و سعی میکنن خرابش کنن. این برای ما اصلا اهمیتی نداره و خوشبختانه من دیدم که تعدادی از بینندگان این برنامه خودشون جواب اونها رو میدن و به هر حال اونا بساطشون جمع میکنن و گورشون رو گم میکنن.
اما دسته دیگری هست که انتقاد میکنه و این انتقادها معمولا با یه مقداری سوء نیت همراهه. یعنی مثال عرض میکنم، انتقاد میکنه که آقای حرفای شما که فایده نداره، مثلا شما میگی مقاومت معدنی و باید کنه مقاومت معدنی چی؟ این نظام جز اسلحه چیزی سرش نمیشه، باید کشتشون. خیلی خوب، اما هیچ وقت راه حلی ارائه نمیکنه. یه حرف کلیه و این جمهوری اسلامی آدم کشه پس ما هم باید بکشیم دیگه. حالا چه جوری یا از کجا و کی قرار این کار رو بکنه مطرح نمیکنن و هرچی هم که میگی خب آقا شما بگو چه جوری مثلا قیام مسلحانه رو ببریم جلو، بیشتر به سفسطه تبدیل میشه تا به بحث سازنده. یک ادم اما انتقاد میکنن و این انتقادها در پاره موارد درست هم هست و باید بهش جواب داده بشه. بنابراین دوستان گرامی، من اون بحث هایی رو که احیانا دوستان از طریق یوتیوب مطرح میکنن در حد توانم یک پاسخ میدم، اما خب بعضی از دوستان به این اکتفا نمیکنن، نامه های طولانی میفرستن. بعضیش رو مستقیم برای رادیو تلویزیون مانی میفرستن، بعضیش هم برای خود من، حالا چه از طریق ایمیل و چه از طریق فیسبوک که من در اون بیشتر فعالم، برای من مطلب میذارن که انتقاد هم میکنن. همطور که عرض کردم بعضی از این انتقادها ممکنه یه مقدار توش غرض و مرض باشه، یه مقدار توش واقعیت باشه و اون بخشی که واقعیت داره رو من فکر میکنم لازمه حتما بهش بپردازم. اخیراً دوست گرامی، نمیدونم در ایران هستن یا در خارج از کشور هستن، دو تا ایمیل فرستادن برای من به عنوان من به رادیو تلویزیون مانی و من اون دوتا رو شایسته دونستم بخونم. البته دومیش بیشتر مد نظر من هست، ولی دیدم اگر من فقط دومی رو بخونم و اولی رو برای شما مطرح نکنم وقت موضوع کمی گنگ خواهد بود. بنابراین از شما میخوام که به این موضوع توجه بفرمایید، به این دو ایمیل. این دو ایمیل دوستان گرامی مطلبی درش هست یا مطالبی درش هست که سوال خیلی هست. حتی به شما عرض بکنم که دوستان عزیز خود من که من رو هم میشناسن در پاره موارد این سوالات رو مطرح کردن و من دیدم که خب این میتونه مهم باشه. آقای مانی هم چون این ایمیل رو دیده بودن و برای من فرستاده بودن، نظرشون این بود که این میتونه موضوعی باشه مهم و مورد سوال عده زیادی از مردم. ما واقعا نمیدونیم که چه تعدادی از افراد یه همچین صحبت هایی رو دارن که حالا میخونم براتون، اما فکر میکنم شایسته است که هم مطرح بشه و هم من در حد توان خودم پاسخ بدم و هم شما بینندگان فرهیخته این برنامه ها اگر پاسخی دارید ارائه بفرمایید. اجازه بفرمایید که من اولین ایمیل این دوست گرامی رو بیارم روی صفحه که شما دوستان هم بتونید ببینید و از اونجا ما بتوانیم یه مقداری بیشتر موضوع رو با هم مورد بررسی قرار بدیم. اجازه بفرمایید مطمئن بشم که بله، این متن نوشتار این دوست گرامی هست که من اینجا برای شما میخونم، با هم میتونیم بخونیم، منم میخونم. من رو خطاب قرار دادن: با درود بر جناب عالی، چند روز پیش مصاحبه شما با دکتر لاجوردی رو در یوتیوب مشاهده کردم. شما احتمال دادید که رضا پهلوی مشاورین شایسته ندارد تا او را به درستی راهنمایی کند. در متن حاضر خلاف این را به شما اثبات خواهم کرد. توضیح بدم، ببینید تاریخ نامه هستش 3/7/99، یعنی آخر مهر سال 99 میشه 2 ماه پیش و کاملا درست میفهمم 2 ماه پیش من و جناب دکتر لاجوردی عزیز برنامه‌ای داشتیم در رابطه با
پیمان نوین جناب شاهزاده، حدود یه ماه قبلش آقای شاهزاده در مورد پیمان نوین صحبت کردن و صحبت‌های بسیار خوبی هم کردن، هم من و هم آقای دکتر لاجوردی متن صحبت‌ها رو خیلی پسندیدیم، اما اومدیم روی اصل مطلب. و اگر یادتون باشه یا میتونید مراجعه کنید به یوتیوب و اون رو پیدا بکنید، در اون برنامه ما گفتیم که این حرفا خیلی خوبه، اما جناب رضا پهلوی بارها حرفای خوب خوب زدن ولی پای عمل که پیش آمده قضیه یه شکل دیگه شده. و در اون برنامه نظر ما این بودش که دوست گرامی جناب آقای شاهزاده عزیز، ماها به عنوان طرفداران جمهوری بسیار به این پیمان شما علاقمند هستیم و شما در اونجا گفتید دست همکاری دراز میکنید، ما هم میخواییم این دست رو بفشاریم، لطفاً بفرمایید که چیکار بکنیم. و بعد از اون برنامه من این برنامه رو برای ایشون فرستادم از طریق مشاورینشون و پیغامم دادم که اگر موافقن یک برنامه بیان در رادیو تلویزیون مانی به ما این افتخار رو بدن که با هم صحبت بکنیم و جز سکوت البته چیزی نگرفتیم. این دوست ما میخوان در اون به اون برنامه انتقاد کنن و من اینجا عرض بکنم من به این نامه ایشون اون موقع هیچ پاسخی ندادم، برای اینکه دلیل داشتم و دلیلم رو در آخر میگم. ولی بعد از این نامه ایشون یکی دو روز پیش شب چله یا شب یلدا ایمیل دیگری نوشتن که یه ذره تند هست البته ولی اشکال نداره و من رو به این نتیجه رسوند که شاید واقعا اینا سوالاتی است که باید بهش پاسخ داده بشه، به خصوص که بخشی از این صحبت‌ها رو از کردم از دوستان عزیز خودم که البته عمدتاً چپگرا هستن شنیده بودم، بنابراین لازم دونستم مطرح بشه و پاسخ داده بشه. ایشون می‌فهمن در ادامه مطلب 42 سال قبل رضا پهلوی ولیعهدی بود که پدرش به علت جنایت و چپاول از کشور رانده شده بود. خب ببینید از همینجا ما خطمون با ایشون جدا میشه که اگر کسی جنایت و چپاول کنه از کشور رانده میشه، چطور جمهوری اسلامی که آقای محمد رضا شاه رو تو جیبش میذاره رانده نشد؟ شماهایی که مدعی هستید ما شاه رو راندیم چون جنایت میکرد و چپاول میکرد، الان کجاییم؟ بس چرا الان ساکتیم؟ چرا فقط به اون فوش میدید؟ چرا تو این 42 سال هیچ کاری نکردید که بتونید این پوفیوز هایی که شاه در مقابلشون مثل یه بچه معصومه بشینن و تو سرتون بکنن؟ این از این مطلب که من بسیار ناراحت میشم وقتی یه عده میان و میگن که شاه رو ما ایرانی ها به دلیل جنایت چپاول بیرون کردیم ولی بعدش دیگه مردیم، دیگه هیچ غلطی نمیتونیم بکنیم. نه عزیز، اینطور نبوده. من بارها در این برنامه توضیح دادم که شاه دیگه در سیاست خارجی آمریکا جایی نداشت، واسه همینم همه از ژیسکار دستان و نمیدونم میتران و هر گفت و زهرماری از جان میلر نخست وزیر انگلیس و از آقای کارتر و از همه اینا جمع شدن تا این آقا رو بردارن و یک مادون حیوانی رو جاش بیارن که این نتیجه بشه. اگر جنایت و کشتار عامل انقلاب بود الان ما باید 3 تا انقلاب داشته باشیم تو ایران، بس این نیست. حالا از کشور رانده شده بود بیمیهن در به در و هر زمان ممکن بود پدرش مورد معامله قرار گرفته و تحویل آخوندهای جنایتکار شد. خب بله، آقای رضا پهلوی در یه همچین شرایطی بود. این تقصیر ایشون بوده به نظر شما؟ یه پسر 17 ساله به جرم کارهای پدرش رو در به در بخوانیم، بیمیهن بخوانیم و بگیم که اینو باید معامله کننش؟ البته در اساس برخی روایت ها آمریکا با آخوندها به توافق هم رسیده بودن که انور سادات به دادش رسید. خب باز خوبه ایشون اینجا اقرار میکنه که آخونده و دولت آمریکا، دولت وقت آمریکا یعنی آقای کارتر، حتی میخواستن شاه رو بگیرن تحویل آخونده بدن. خب این یهو اینطوری شد، یعنی یهو آمریکای جنایتکار و خونخوار به نظر شماها تبدیل به یک نظام انقلابی شد که میخواد شاه رو بگیره تحویل آخونده بده.
این تناقضات از کجا میاد؟ معلومه که دوست عزیز که آمریکایی‌ها به آخوندا زد و بند کردن و شما و افراد شما رو مورد بازیچه قرار دادن و متاسفانه شما هنوز تو سال 57 فریز شدی، یخ زدی و هنوز اون شعارا رو تکرار میکنی. این 42 سال هیچ تأثیری رو شما نذاشت، وگرنه کمترین تأثیرش میتونستیم باشه که بگید که آقا بله شاه هم این وسط، بله من هیچ شکی ندارم که شاه از آمریکا همکاری میکرد در این جهان بزرگ، خود از ایتالیا هم به قدرت برسی و تصمیم بگیری که با بلوک شرق میخوای معامله کنی یا با بلوک غرب میخوای معامله کنی، تو کدوم اردوگاه میخوای قرار بگیری. اردوگاه بی‌طرف نداریم ما، شاه هم اردوگاه غرب رو انتخاب کرده بود و خب بله البته وقتی هم نخواستنش گذاشتنش کنار، ولی این مفهومش این نیست که شما انقلاب کردی شاه رو گذاشتی کنار، اینطوری نیست دوست عزیز. خب البته بله انور سادات به دادش رسید. اعضای مافیایی آن زمان 60 ساله پهلوی طلبی، منظورشون افرادی بود اون زمان اون موقع 60 سالشون بود، پهلوی طلبی، هر کدام در سوراخ خزیده و نگران شناسایی و دستگیری و محاکمه به خاطر دزدی‌ها و جنایت‌های خود بودند. بله حرف نداریم، مسئولین نظام قبلی، نظام شاهنشاهی برای مدتی واقعا فرار کردن، در رفتن، هر کدومش هم توی سوراخ قایم شدن، راست میگه. اما امروز از نعمت مشاوره همان مشاورانی که شما قبولشان ندارید، ساواکی ها به ساواکی بودن خود در رسانه‌های عمومی به طور علنی افتخار میکنن. عجب. پس حضرت عالی معتقد که انقلاب کردید، شاه رو به خاطر جنایتهاش انداختید بیرون، طرفدارانش هم فرار کردن، اما امروز همونا که جنایت کردن به جنایت خودشون افتخار میکنن. ممکنه من بفهمم چرا؟ اینکه شما یه نظامی رو آوردید و هنوز تحملش کردید که روی شاه و ساواکی‌ها رو سفید کرده. عزیز چرا اینو نمیگید؟ چرا نمیگید اگه این انقلاب رو شما کردید که اونطور مدعی هستید و شاه رو به خاطر جنایات و چپاولش اخراج کردید، چرا باید امروز مردم بگن آقا نور به قبرش ببره؟ چرا باید امروز ساواکی از سوراخاشون بیان بیرون و ادعای میهن پرستی کنن، بگن آقا خاک تو سرتون کنن، شما میخواستید به اینجا برسید، خب ما که نمیذاشتیم شما به اینجا برسید که. این منطق ساواکی هست که آمدن جلو و به من و تو توهین میکنن، برای اینکه به قول شما انقلابی کردید که نمیکردید والا صد مراتب بهتر بود با این نتیجه انقلاب. خود انقلاب کردن که افتخاری نیست که، مهم نتیجه شه و این نتیجه است که به وجود اومده. پس مسئول این که امروز نمیدونم این ساواکی ها آمدن بیرون، از سوراخاشون اومدن بیرون و این صحبت ها رو میکنم، شماها هستید که با این نظام رو کمک کردید بیاد سر کار، اگر شما کردید. اگر نه شما نکردید پس چرا مزخرف میفرمایید؟ معذرت میخوام، بگید آقا این نظام شاهنشاهی رو یه عده بردن یه دم آوردن، دیگه به جنایت و چپاول اینا رو ولش کنید، بگید آقا ما هیچ کاری نمی بسد، ما فقط قر میزنیم، ما هیچ نقشی در این مسائل نداریم. خب مبارزان و آزادی خواهان دوره رژیم پهلوی نادان و ابله جلوه داده می شوند. من فکر کنم در این مورد صحبت کردیم دیگه. اگر خیلی شما مبارزان و آزادی خواهان دوره پهلوی آدم های آگاهی بودید، آگاهی انسان ها از عمل کردشون مورد بررسی قرار می گیره. عمل کرد شما چی بوده دوست عزیز؟ عمل کرد شما نظام جمهوری اسلامی بوده. پس این مبارزه و آزادی خواهی شما با آگاهی همراه نبوده، با احساسات همراه بوده. بسیار. نسل 57 تبدیل به فوش شده است، در این مورد صحبت کردیم. آزادی خواهان کشته شده، آزادی خواهان کشته شده زیر شکنجه تروریست و شکنجه‌گران ساواکی قهرمان، زیر شکنجه تروریست و شکنجه
تروریست و شکنجهگران ساواکی قهرمان شدن. عذر میخوام یه بار دیگه میخونم. آزادی خواهان کشته شده زیر شکنجه تروریست و شکنجهگران ساواکی قهرمان شدن. بسیار خوب. اینا همه نتیجه اون عدم آگاهی ماست که حتی اگر میفهمیدیم شعورش داشتیم که شاه رو دارن خارجی ها میبرن، به جای اینکه بگیم تا شاه، تا این شاه کفن نشود این وطن وطن نشود، به حرف آقای بختیار گوش میکردیم، میگفت آقا نظام رو عوض نکنیم بلکه امتیاز بگیریم، اصلاحات بکنیم و شاه رو بگیم که شما فقط به شاهیت ادامه بده، در حکومت دخالت نکن. ما این فهمو نداشتیم. ما میگفتیم نه، مسئله صفر یا صده، بین اینو ما قبول نداریم. و خب نتیجهش هم این میشه که وقتی اون میره بعد از 7 10 15 سال یواش یواش ملت میگه آقا عجب غلطی کردیم، اصلا پدر سوخته تو واسه چی مبارزه میکنی؟ میخواستی شاه بره این و این بیشرفا بیان سر کار. اینه دیگه عزیز، چرا خودمون رو گول میزنیم؟ بعد این اتفاق افتاده، اتفاق جالبی هم نیست که ساواکیایی که جوانهای ما رو به دلیل مثلا مبارزه میکشتن یا تیکه تیکه میکردن یا آپولو سوارشون میکردن امروز تبدیل به قهرمان بشن. این چیز جالبی نیست. ولی نگاه کنید ببینید عملکرد این نظام، نظامی که شما معتقدید ملت جایگزین نظام چپاول و جنایت شاه کرد، کاری کرده که اینطوری بشه. چرا اینا رو نگاه نمی‌کنید؟ اما برسیم به رضا پهلوی. امروز دغدغه و نگرانی برای موجودیت خود و ارثیه خود ندارد. بنابراین از نظر ایشون رضا پهلوی پسر شاه باید نگران موجودیت خودش باشه. خب این تفکر دوست عزیز، شما که اسم خودت رو روشن فکر میذاری، از کجا میاد؟ اصلا فرض بگیریم همه حرفای شما درسته، شاه به قول شما جنایت کرده، فلان کرده، هیچ خدمتی هم به این مملکت نکرده و بعدم در به در شده و مرده، پسرش هم باید بکشیم؟ پسرش هم باید نگران موجودیتش باشه؟ اینه منطق شما در عالم سیاست؟ کدام نمیدونم ایدئولوژی انسانی این رو تایید میکنه که پسر رو به جرم پدر بکشید؟ یه کاری کنید نگران موجودیتش باشه. معلومه شما نگرانی که این چرا زنده است یا چرا ارثیه برده. بله یه موقعی شما مملکتی رو درست میکنی، درش نظم و قانون است، حتما به این مسائل هم باید رسیدگی بشه. ولی امروز مثلا فرض بفرمایید این پولایی که آخونده خوردن شما کاری نداری، با اونا کاری نداری، این آدم که جلو چشته اینو باید یقش رو بگیری. من مخالفتی ندارم که حساب رسی بشه، ولی میگم دغدغه اصلی کجا ساخه؟ آیا شما آدم جمهوری اسلامی هستی که میخوای نظرها رو از جمهوری اسلامی به جای دیگه ای معطوف کنی؟ امیدوارم که اینطور نباشه. او زندگی شاهانه دارد، از قبل همان اموال ملت ایران شدن ملت ناسپاس. بله اینش حرف درستیست، ایشون یه زندگی شاهانه داره، همه هم میدونیم که این رو از ارثیه پدر آورده. پدر هم حالا برای خودش میگفت که من شاهم و نمیدونم یه کارهایی برای این مملکت میکنم، در یه سری معاملات اصله هم کمیسیون میدن و من اون رو میگیرم. این چیزی بود که گفته میشد. ولی حرفشون درسته، رضا پهلوی یه زندگی شاهانه داره و البته ملت ایران هم شده ملت ناسپاس، ولی باز علت داره عزیز. برای اینکه این ملت شاه رو که به قول شما دوز بود و هرچی بود بیرون کرد، شاه دوزها رو آورد سر کار. اگه اون موقع یه خانواده سلطنتی بود، الان هزار تا خانواده سلطنتی اومده و داره مملکت رو مثل زالو میمکه. اون موقع اقلا مردم طبقه متوسط ما زندگی مناسبی داشتن، اون موقع نگاه ها امیدوارانه بود. الان چی شده؟ معلومه که میشه ملت ناسپاس. من نمیخوام اینجا کارهای شاه رو به اصطلاح توجیه بکنم به هیچ وجه، اما دارم میگم مردم نگاه میکنن و میسنجن دیگه. این کار خیلی پیچیده‌ای که نیست که برادر.
نگاه میکنم میگن زمان شاه زندگی ها بهتر بود، مردم شادتر بودن، مردم زندگی مناسبتری داشتن. الان ندارن. حالا به این ملت رو شما اسمشو بذار ناسپاس یا نمیدونم سپاسگزار، باید سپاسگزاری کنن بگن خیلی خوب شد عوض شاه رفت. این بزرگترین مشکل زندگی ما بود. ما ملتی بودیم نسبتا آبرومند در جهان، دستمون به دهنمون میرسید، طبقه متوسطمون به بالای 52-53% رسیده بود و یواش یواش داشتیم یه گامای خوبی برداشتیم. اینو ول کردیم آمدیم شدیم برده و اسیر یه مشت آخوند روزخون بیوطن و تمام اموالمون رو دارن غارت میکنن، فرزندانمون رو میکشن. باید سپاس گذار باشیم دیگه، باید سپاس بگیم، بگیم عوض شاه رفت. این چه منطقی شما دارید؟ در ادامه ایشون میفهمن امروز مافیای پهلوی طلبی علاوه بر موارد بالا مثل رژیم پلید آخوندی ارتش سایبری و رسانه‌ای دارند. به تعداد پهلوی طلبان سازمان و حزب و انجمن و جمعیت و دسته و رسانه دارند. هر از چند گاه فیلی هوا میکنند تا هم در عرصه عمومی حضور خود را اعلام و ابتکار عمل را از سایرین گرفته و همچنین در فضای سیاسی آشوب به پا کنن. خب حالا من بحثی ندارم، نمیدونم چه ربطی داره به این که شما خواستید به من ثابت کنید که رضا پهلوی مشاورین واردی داره، فقط در بقیه جملات باشه. دور از انتظار نیست در آینده نزدیک برای شاه شدن خودش حتی شرط و شروطی هم تعیین کنم. عجب عجب. یعنی اگر به هر دلیلی طرفداران سلطنت تلاش کردند و مردم ایران رو قانع کردند که آقا سلطنت یا پادشاهی برگرده به صورت پادشاهی مشروطه باشه و جناب رضا پهلوی هم بشود شاه، باید چیکار کنیم؟ بگیم که آقای رضا پهلوی شرط و شروط نذارو، صاف بیا برس بشین سر کار. واقعا من نمیدونم از کجا میاد که شما فکر میکنید که ایشون اگر قرار شد یک مسئولیتی رو به عهده بگیره هیچ شرط نباید بذاره. من نمیدونم اصلا این همچه اتفاقی میفته. من طرفدار جمهوری هم و اصلا به چنین چیزی رأی نمیدم، ولی اگر رأی اکثریت مردم شد حتما احترام میذارم. و ایشون خواست شاه بشه و بگه آقا من این شرطی ندارم، قربون دستتون، همین تاج سایری بذارید سر من، برید پی کارتون، من خیلی نگران میشم. شما خودت داری دستی دستی به آقای رضا پهلوی میگی که آقا وقتی خواستی بیای سر کار شرط و شروط نذار، بیا بعد دیگه بلدی چیکار کنی دیگه. خب مثل اعاده حیثیت از پدر و پدر بزرگ خود برای پاک دستی و انسان دوستی و میهم پرستی، شما این همه دستاورد را قبول ندارید. اینجا دیگه به قول ما رشتیا سرکزم یا زخم زبان دارن میزنن. اگر شما مشاور او بودید چه گلی به سرش میزدید؟ ببین دوست عزیز، شما نشستی تو افکار خودت، من نمیدونم تو کدوم کافه نشستی اینا رو واسه خودت نوشتی که آقا ببین این سلطنت طلبا ببین چقدر شلوغش میکنن. من به شما عرض بکنم نصف اون مطالبی که شما از طرف سلطنت طلبا میخونی مال جمهوری اسلامی، اونا مینویسن، سلطنت طلبا اینطور نیست. ولی حالا فرض بفهمید که دارید فکر میکنید سلطنت طلبا دارن یک کاری میکنن زمینه بازگشت پادشاهی به ایران هموار بشه و خب وقتی شد رضا پهلوی میشه، رضا پهلوی هم بیاد بشه میگه آقا من با این شرط اون شروط میشم و مطمئنن شما تو کله رضا پهلوی هم هستی دیگه، میگه که آقا از پدر و پدر بزرگ من هم شما باید اعاده حیثیت کنید و بگید از اینا شریفتر تو دنیا نیست. خب عجب بابا، آقای افتخاری چی کار میکنی؟ برادر داروهاتو به موقع بخور. حرفا کدومه؟
قضاوت در مورد انسان‌ها توسط تاریخ انجام میشه، نه توسط قطعنامه و اینجور حرفا. یه همه نظر خودشونو دارن. آقای هیتلر یه موقعی در آلمان خدایی میکرد، امروز نظر آلمانی ها یه چیز دیگه است. مگه با قطعنامه میشه همچین کارهایی کرد؟ آخه من تعجب میکنم واقعا. و بعد به من میگه که اگه تو مشاورش بودی بهتر از این عمل میکردی. من فکر کنم شما خوبه بریم مشاور آقای رضا پهلوی بشید، چون فکر میکنم حتی این چیزا به عقلش رسیده باشه. اینا تو ذهن شماست و این ذهن سالمی نیست به نظر من. حالا برخلاف تصور شما، حالا ایشون میدونه من تصورم چیه، بنابراین میگه برخلاف تصور شما دو گروه در عرصه سیاسی ایران مشاورین خوبی داشتند، یکی رژیم کثیف آخوندی و دیگری مافیای پهلوی طلبی. آیا شما تصور میکنید بیش از 80 میلیون جمعیت ایران در منطقه پرآشوب خاورمیانه با فکر و اندیشه آخوند جنتی و یا آخوند دوریالی مثل خامنه‌ای اداره میشود؟ البته که نه، قطعا از مشاورین داخلی و خارجی بسیار ورزیده بهره‌مند هستند. فقط میهن بلادیده و ایرانیان بدبخت مشاورین قابل اعتنا نداشته و ندارد. بسیار خوب. پس از فهمید از همین صحبت شما استفاده کنم. خارجی ها چرا باید به آخوندها مشورت بدن عزیز؟ چون رژیم توسط شما قهرمانان و اندیشمندان عوض شده، رژیم انقلابی و خوبی تو ایران اومده، خارجی هم بهش مشاوره میدن که بمونه. دیدی برادر حرفای خود شما متناقضه. بله منم با شما کاملا موافقم، خارجی ها به این رژیم مشوره میدن تا حفظش کنه، چون رژیم مورد علاقه شونه، چون برخلاف رژیم شاه اصلا و ابدا به فکر ملت ایران نیست، به فکر فروش ایرانه. اینو کاملا درست گفتید. این که حالا آقای رضا پهلوی مشاورین خیلی خوبی داره، آخه دوست عزیز آقای رضا پهلوی امروز یه چهره است که همه با شک و تردید بهش نگاه میکنن، حتی طرفداران خودش. چطوری ایشون مشاوره گرفته که روز به روز آبروشو بردن؟ مثلا به نظر شما اون آقای پیرزاده مشاور خیلی خوبی بود؟ اون خانم گلستان خیلی خوب بود؟ اون آقای پروفسور کنگرلو خیلی مشاور خوبی بود؟ اون آقای فخرآور مشاور خوبی بود؟ اینا مشاورینش بودن دیگه. بگذاریم. تا جایی که من آگاهی دارم شما از سازمان و صنعت و مدیریت اطلاع دارید. به نظر شما رضا پهلوی در میان پهلوی طلبان مارخورده افعی شده چه جایگاهی دارد؟ اصولا طول و عرض این مافیا برای ملت ایران مشخص نیست. از این مافیا هیچ شناختی وجود ندارد، فقط تعداد چهره رسانه‌ای و وقیح و بی‌شرم و آزرم و بی‌حیا در صحنه حضور دارند. بزرگوار صغرا کبرای معامله با هم سازگار نیست. سرزمینی که دلاوران و آزادی خواهانش ابله و نادان معرفی می شود، چه کسی با حکومت جنایت و چپاول آخوندی نشسته بر سر چاهای نفت با گله های پرشمار استشهادی و جهادی و آتش به اختیاران داخلی و خارجی پنجه در پنجه می افکنند. بنابراین با تمجمج و تذبذب آزادی میهن میسر نیست. این که ایشون نگران مافیای پهلوی طلبی هست مسئله شخصی است، میتونه نگران هر چیزی که میخواد باشه. این که وجود داشته باشه چیزی به نام مافیا، اون دیگه مسئله واقعی است. شما میتونید بگی خدا هست، میتونی بگی خدا نیست، هیچ کسی نمیتونه اینو بگه. شما میتونی بگی رضا پهلوی مافیا داره، میتونه بگی اصلا نمیدونم 5 تا مافیا داره. اثباتش مهمه که شما بتونی چنین چیزی رو اثبات. برای اینا در حد حرفه، یعنی نظرات شخصیه.
یکی از دلایلی هم که من به این ایمیل شما هیچ پاسخی ندادم این بود که به نظرم رسید که دارم با یکی از افرادی که در سال 57 فریز شده با اون داره صحبت میکنه و درد دل میکنه و مسائلی که تو ذهنش هست و یا فوشایی که تو ذهنش هست رو داره میده. من متوجه نشدم که چطور شما نتیجه‌گیری کردید که کارهایی که آقای رضا پهلوی در طی حداقل 20 سال گذشته کرده و هر کدومش به شکست انجام میده و بی نتیجه بوده کارهای خیلی عاقلانه و خیلی به قول معروف جدی و مؤثر بوده به حدی که خیلی پیشرفت کرده الان و حتی مردم ممکنه بگن تو بیا شاه بشو. اینا نتیجه مافیا، نتیجه کارهای بسیار موفق ایشون میدونید. مثلا اون شورای ملی ایشون خیلی موفق عمل کرده از نظر شما دیگه، قغنوس، نمیدونم فرشگرد، این پیمان نوین، اینا انقدر در بین مردم جا افتاده که مردم ممکنه بیان ایشون شاه بکنن و شما نگرانید که این بخواد شاه بشه شرطم بذاره و اینجا. اینا دوستای عزیز به نظر من افکار بسیار ساده لوحان است. به همین دلیل عرض کردم که من پاسخی ندادم. اما بعد از این ایمیل، یعنی دو ماه بعد و حدود یکی دو روز پیش، جناب عالی ایمیل جدیدی برای من فرستادید که این بار البته لحنتون خیلی جدی و یه مقدارم تند بود. من اول ابا داشتم اینو بیارم ولی بعد دیدم نه، ممکنه احیانا برای شما جا بیفته که افکارتون خیلی درسته و افرادی مثل من یه عده آدم ناآگاه و نادانی هستیم که دنبال آقای رضا پهلوی راه افتادیم. آقای رضا پهلوی از دید شما به زودی شاه میشه با افتخاری. تو چرا نشستی برادر؟ برو از این نمد یه کلاهی هم واسه خودت بزن. این طرز تفکر شماست. من الان میخونم و شما خودتون خواهید دید که چون تصورتون اینه که رضا پهلوی داره خوب پیش میره، مافیاش دارن جا میندازن و خدای نکرده این نظام بره، اون میاد، پادشاه میاد و اون پادشاه میاد، خب این آدمای فرصت طلب باید یه کاری بکنن دیگه. الان افتخاری هم احساس کرده که اینطوریه، بنابراین میاد یکی به نعل میزنه یکی به نیخ، اینجوری عمل میکنه. این طرز تفکر شماست عزیز. طرز تفکر من اینطور نیست. بهتون به عرض بکنم، شاید براتون عجیب باشه و اینم فقط خطابم به شما نیست، به تمام کسانی که اینطوری فکر میکنن که شماها اسیر افکار، ایدئولوژی و مسائل سازمانی خودتون هستید. شما چیزی به نام عرق ملی، علاقه به کشور، عشق به مردم رو ندارید. شما منفعت طلبانه به مسئله نگاه میکنید. واسه همینم انتظار دارید که یک کسی مثل من هم که الان تو آمریکاست، زندگیش هم جا افتاده و هرگز هم به ایران بر نخواهد گشت، اگر یه کاری میکنه برید ببینید منفعتش کجاست. و الان هم کشف کردید، الان با این نامه شما معلوم میشه که چه کشف بزرگی هم فرمودید. بنابراین اجازه بفرمید که بریم و با هم این بخش دوم نامه حضرت عالی رو با هم مورد بررسی قرار بدیم. این نامه دوستان تاریخش رو ملاحظه می‌فرمایید، نویسندش با نام مستعار بابک اردبیلی، ایشون فرمودن که همشهری من هستم، شب یلدای 1399 یعنی یکی دو روز پیش ارسال فرمودن. میخونیم با هم. جناب آقای دکتر افتخاری، با درود، آخرین برنامه شما رو در یوتیوب دیدم. آخرین برنامه من برنامه هفته پیش بود، بخشیش رو به بررسی بودجه پرداختم و بخشیش هم به این که ما باید از طریق اعتصابات و اعتراضات مدنی این نظام رو فلج کنیم، اونم سراسری، و برای اینکه اعتصابات شکل بگیره ما باید یک صندوق ملی در خارج از کشور تأسیس کنیم زیر نظر افراد معتمد مردم و احیانا افرادی که از نظر مالی احتیاجی نداشته باشن. به این ترتیب بتوانیم یه هیئت امنایی داشته باشیم، از مردم خواهش کنیم که به این صندوق هر ماه یه پولی واریز بکنن و این پول رو بدیم به کسانی که در ایران دست به اعتصاب میزنن. این پیشنهاد من بود. ایشون در این مورد دارن میفرماین.
دیدم یاد کارشناسی همشهری من افتادم که حل همه مشکلات رو موکول به بازگشایی شهر نو میکرد. حالا مطمئنم خیلی ها میدونن این یک جوک نه چندان جالبه که از آقای پرسیدن که به نظرت مشکل ترافیک چجوری حل کنیم؟ ایشون گفت اگر اون خانه هایی رو که برای اینجور مسائل بود مجددا باز بکنی دیگه این افراد نمیان تو خیابون ول بگردن میرن اونجا. هر پیشنهادی برای حل مشکل مملکت گفتن گفت اونجا رو باید باز بکنید. حالا ایشون هم خواستن که خیلی مزاح کنن و مثلا پیشنهاد منو برای صندوق تشکیل صندوق زیر نظر معتمدین و البته در این حال افرادی که تمول مالی دارن در خارج از کشور رو به اون پیشنهاد چیز کردن. حالا میگه هر کسی از ذهن خود شد یاده من. یا از قدیم گفتن از کوزه همان برون تراود که درست. اما بریم سر اصل مطلب. پیشنهادات شما هم از شازده قشمشمتان شروع و به او ختم می شود. مرد حساب، البته که ایرانیان می دانند شازده شما از ثروتمندان دنیا هستند. البته این را هم می دانند که این ثروت توسط پدر بزرگ و پدرشان از ملت ایران دزدیده شده و به این شازده شما ارث رسیده است. از برکت همان ثروت زندگی شاهواری دارند. حالا شما پیشنهاد می‌فرمایید مردم پولشان را جمع بکنند بدهند به این بچه شاه دوست تا او هم با این پول میهن آنها را از دست دزدان و جنایتکاران فعلی نجات دهند. آخه مرد حسابی از این پیشنهاد خندت نمی‌گیرد. دانشمند محترم، بچه مدرسه ها هم می دانند که برای پیکنیک رفتن هم هزینه لازم است که یا یکی باید دیگران رو مهمان کند و یا دانگی حساب کند. چه برسد سرنگون کردن یک حکومت جنایتکار. بعد از 42 سال رفتی مغز خود را جوریدی و به این پیشنهاد رسیده ای. پیشنهاد میکنم شما یک دوره کارآموزی پیش شهرام همایون و میبودی و ببینید. البته این که شما پهلوی طلبی سر مخفی را انتخاب کرده اید را نمیتوان از نظر دور داشت. خب بذار تا اینجا ببینیم ایشون بالاخره حرف حسابش چی هستش. من پیشنهاد کردم که دوستان گرامی بیایید و تشویق کنه مسئله اعتراضات و اعتصابات رو در جامعه و این اعتصابات هم شما وقتی میری میگیم کارگر از اعتصاب کنید اولین سوالشون اینه که خب من از کجا بیارم بخورم و یه حرف درست است. بنابراین اعتصابات دراز مدت شما نمیتونید دامن بزنید. اعتصابات کوتاه مدت چرا؟ یه هفته، دو هفته، سه هفته بعدش برمیگردن سر کار، به خصوص که احساس میکنن فقط خودشون. اما اعتصابات دراز مدت اگه 3 ماه 6 ماه میخواید تدارک ببینید بعد حقوقا رو هم بدید. و برای اینکه این اتفاق بیفته ما در خارج از کشور به جای اینکه بیایم دولت در تبعید و اینجور چیزا تشکیل بدیم بیاییم از بین معتمدین خارج از کشور چهره‌های شناخته شده چند نفر دور هم جمع بشن یه صندوق تشکیل بدن برای کمک‌های مالی. کار خیلی سخت و پیچیده ای نیست. البته مردم اگه ببینن کاری انجام میشه من شک ندارم که کمک میکنه. و من گفتم این کار رو هم باز میفته رو دوش آقای رضا پهلوی به عنوان کسی که به قول خود ایشون دی زیادی از مافیای سلطنت طلب دنبال ایشون هستن حمایت میکنن و خب معتمدین دیگه هم هستن که ممکنه چهرهای دیگری باشن و اینا یک صندوق تشکیل میدن هیئت امنا میشن. برای من اگه به آقای رضا پهلوی اعتماد ندارم ولی مثلا عرض میکنم به آقای مانی اعتقاد دارم، آقای مانی هم تو اون صندوق هست خیالم راحته. اگر شما به آقای مانی اعتماد ندارید ولی مثلا نمیدونم به آقای دکتر لاجوردی اعتماد دارید، ایشون هم تو اون صندوق نظارت داره. بنابراین این صندوق زیر نظارت 10-20 نفر میتونه باشه، فقط هم به عنوان نمایندگان مردم که ببینن اونجا چه خبره، کسی پول بالا نکشه. دوست عزیز ما از این حرف ما زیاد خوشش نیامده و اعلام کرده که آقا مرد حسابی این چه حرفیه،
تو نشستی فکر کردی که پول برداری ببری بدی دست رضا پهلوی. خب اگر شما نمیخواهید به صحبت ها توجه کنید و میخواهید مثل همیشه در افکار سال 57 خودتون باقی بمانید، اشکال نداره. ولی اگر اون برنامه رو که یه هفته ازش میگذره ملاحظه بفرمایید، صحبت از هیئت امناست. آقای رضا پهلوی هم یکی از اونا. حالا من از شما میپرسم، شما بفرمایید، در بین این افراد و گروهایی که به عنوان اپوزیسیون مبارزین اینا حضرت عالی میشناسید، 5 نفر نام ببرید، بگید آقا اینا مورد توجه و اعتماد مردم. 5 نفر. بنابراین مطمئن باشید اسم رضا پهلوی جز اون است. شما خوشت بیاد یا نیاد، اگر شما جز اون دسته از افرادی هستی که دلت میخواد دنیا با افکار شما هماهنگ بشه، خب خبر بد برای شما دارم، کار شما به تیمارستان میکشه. دنیا خودشو با افکار شما هماهنگ نمیکنه. دنیا یک واقعیت هایی داره که اگر شما درک کردی میتونی باش پیش بری، درک نکردی کارت به تیمارستان میکشه. آقای رضا پهلوی یه واقعیته، به قول شما همشهریای ما elephant in the room، مثل که در یک اتاقی یک فیل باشه و شما سعی کنی نادیده بگیری رو تو بکنی اون برد آقای رو بکن، آقا رو اونجاست. آقای رضا پهلوی هست، خوشت بیاد خوشت نیاد. این که درست عمل میکنه یا نمیکنه، من شما میتونیم نظرات مختلف بشتیم، نظرات بسیار غلط عمل میکنه، ولی وجود داره. این نکته مهمیه. وجودش هم 90% به خاطر پدر و پدر بزرگشه که مردم دوران اونها رو با دوران این مادون حیوانات میسنجن و هرچی کردت میاد میره تو جیب آقای رضا پهلوی. بنابراین این که حالا شما به من بگید برو پیش شهرام همایون و میبودی و این حق بازا و حق بازیات بگید، این فقط شما دارید فور دلتون رو خالی میکنید، شما دارید عصبانیتتون رو از این که مردم به حرفای شما صد تا یغاز شما توجه نمی کنن و تصمیم مستقل خودشون رو میگیرن و میبینید که آقای رضا پهلوی مورد توجهه، فور دلتون رو خالی میکنید و دارید تلاش میکنید این تلاش های ملی من رو به عنوان چهره ملی که سعی میکنه از تمام امکانات موجود در کشور به هر شکل ممکن به نفع مبارزات مردم استفاده بکنه، اونو شما میخواهید با افکار بسیار مفلوج خودتون قاطی کنید و نامش رو کلاهبرداری و نمیدونم سلطنت طلبی سر مخفی و از اینجور بحثا بگذارید. نمیدونم من مثلا باید با کیخ رو درواسی داشته باشم که اگه طرفدار پادشاهی باشم به راحتی بگم من طرفدار پادشاهی هم و باید از کی بترسم که مثلا همه جا اعلام کنم که آقا من جمهوری خواهم، من طرفدار جمهوری هم. کسی هستم که بحث قدرت اجتماعی رو به عنوان حرف اول در جامعه مطرح میکنم، همه جا بهش افتخار میکنم و هیچ کدوم از این مباحثی هم که تا حالا مطرح کردم پا پس نکشیدم. حالا حضرت عالی در فکر مفلوک خودتون به این نجر رسیدید که آقا این آقای افتخاری دنبال منافع است. منافع رو کجا دیده؟ این که انشالله رضا پهلوی شاه میشه، خب ما هم یه کاره میشیم دیده. آره خب این افکار برادر نشان میده که آبشخور فکری شما کجاست. اونجا آبشخور فکری من نیست بایدتون. اما به نظر می رسد شما هم مثل خیلی های دیگر باد مراد را به سمت شاسته از طرف قدرت های بزرگ تشخیص داده اید. دیدی به بهانه اینکه چند نفر گفته بودند روحت شاد رضا خانمی 5 چه طوفان رسانه‌ای را انداختن. من متوجه نشدم، نمیدونم شما بینندگان عزیزم متوجه شدید یا نه. اولا ایشون می فرمایند که باد از طرف قدرت‌های بزرگ به طرف جناب شاهزاده می‌وزه. کدوم باد آقا؟ الان شاهزاده کجاست؟ در کدام موقعیته؟ شاهزاده خودش خراب می‌کنه. شاهزاده میاد عکس پشتک و باروی خودش رو می‌ذاره توی
رسانه ها. الان کدوم قدرت رو ایشون حساب میکنه؟ بعد نبود اینو توضیح میدادید. اما ببینید در جمله اول میگید که باد مراد به سمت 16 از طرف قدرت‌های بزرگ را تشخیص دادید. بسیار خوب. بعد برای اینکه این جملتون رو برای شاهد بیارید، شاهد جملتون چیه؟ دیدی به بهانه اینکه چند نفر گفته بودن روحت شاد رضا خان میرپنج چه طوفان رسانه‌ای را انداختن که هنوز هم ادامه دارد. اگر منظورتون کشورهای خارجیه که طوفان رسانه‌ای انداختن که دروغ میگید. اصلا چنین چیزی نیست. اگه منظورتون طرفداران پادشاهیه که چنین طوفانی رو راه انداختن، پس به قدرت خارجی چی کار داریم؟ بگید آقا مردمی در ایران از رضاخان تعریف کردن، کردیتش هم رفت تو جیب پسر ایشون. باز من از شما میپرسم چرا باید این کارو بکنن؟ اونا که دزد بودن و چپاولگر بودن و غارتگر بودن و فلان بودن. چرا امروز شما بسیاری از مخالفین همین نظام هم وقتی اسم شاه و رضا شاه میاد با احترام ازشون صحبت میکنن؟ دیگه هاشوش تو رادیو تلویزیون خود جمهوری اسلامی هم جرأت پیدا کردن اینطوری صحبت میکنن. یه ذره فکر کنید، یک ذره این افکار بیمارگونه رو از خودتون دور کنید که اینطور به تناقض نیفتید. اما نگرفت و در آینده هم نخواهد گرفت. بسیار خوب. نمیدونم قرار بود چی بگیره که در آینده نخواهد گرفت، برای اینکه از اون طرف شما دارید میگید رضا شاه ممکنه رضا پهلوی ممکنه شاه بشه و الان از این طرف هم اطمینان میدید که چنین چیزی نیست. خب نیست دیگه، نگرانی شما برای چی؟ اعضای اصلی مافیای پهلوی طلبی و خصوصا خود شازده عجله ای ندارن. به نظر میرسد او حتی به اینکه اموال دزدیده شده توسط پدر بزرگ و پدرش را از او مطالبه نشود هم راضی باشد. این را به شما گفتم که اگر برای آینده با پهلوی طلبان و یا حامیانش بستی اشتباه میکنی. معامله بسیار خامی است. خب خیلی متشکرم. البته من فکر میکنم تمام این نام شما نگرانیتون بود که رضا پهلوی شاه میشه، مافیای پهلوی طلبی هم دنبالشه و این کار رو جا انداختن. یه خط بالاتر گفتی قدرت های جهانی هم باد اونوری میوزنن، اما از این طرف میگه خودش نمیخواد، میخواد هم پولاشو داشته باشه. تناقض دیگه. اینا نشون میده شما روی یه موضوع نمیتونی تمرکز کنی که قشنگ اون رو باز کنی. به من هم داری میگی که آقا اگه رفتی با پهلوی طلبا بستی. بسیار خوب. معامله خامیه و به جای نمیرسه. خیلی ممنون از راهنمایی شما. من فکر میکنم اگر اجازه بفرمایی من عقل خودم رو هم در نظر بگیرم و جالبتر از اون این هستش که بد نبود یه نگاهی به برنامه قبلی من و کامنت های زیرش میکردید و میدیدید که بیشترین فحش و فحشکاری به بنده رو طرفداران رضا پهلوی میکنن، بلکه اونها به هیچ وجه تاب و تحمل هیچ گونه انتقادی رو از اعلیحضرتشون ندارن. بنابراین هم شما اشتباه میکنید و هم اونها. یعنی هم شما فکر میکنید که مثلا اگر کسی اومد آقا رضا پهلوی وجود داره، وجودش اهمیت داره و باید در خدمت مردم ایران قرار میگیره، این نوکر رضا پهلوی اشتباه میکنه. همونطور که اگر یکی اومد به آقای رضا پهلوی وجود داره، وجودش اهمیت داره، اشتباهاتش هم زیاده، با حفظ این اشتباهات میشه هنوز از ایشون استفاده کرد، بهش بگن کمونیست فلان فلان شده، اون هم اشتباه میکنه. دوست عزیز، واسه همینم در حیطه فکری افکار شما که همه چیز رو در چارچوب ایدئولوژی و افکار محدود فریز شده در سال 57 میبینید، هرگز این وهم و گمان نمیاد که یکی هم ممکنه از جنبه ملی به همه مسائل نگاه کنه. از جنبه ملی و اینکه ما بتوانیم یک میهنی رو داشته باشیم که درش انسان‌ها با افکار گوناگون بتوانند در کنار همدیگه و با خوشبختی زندگی کنند. و این رو باید از امروز براش گام برداشت. باید رفت و دست دراز کرد به سمت همه اونایی که قلبشون برای ایران میتپه. باید باشون صحبت کرد، دیالوگ رو باز کرد، با
با هم بحث و گفتگو کرد، بخشی از افکار همدیگر رو مورد احترام قرار داد. اونجایی هم که موافق نیستید اعلام میکنید من با این بحث موافق نیستم و نخواهم بود، ولی لازم نیست که من شما رو نوکر اجنبی بدونم، شما منو نوکر رضا پهلوی بدونید، رضا پهلوی رو آدم دزد و حقه باز بدونید. این به جایی نمیرسه. این کاریست که تو این 42 سال شما و افرادی مثل شما کردید و البته طرفداران آقای پهلوی هم کردن و جب رو این چنین به منجلاب تبدیل کردید که هر صحبتی تبدیل میشه به مسائل شخصی. و حالا شما پیشا پیش به منم گفتی که آقا رضا پهلوی اموال خودش رو نگه میداره، درشی هم بهش که نمیده، تو هم چیزی گیرت نمیاد. خب این افکار مفلوک و حقیرانه ممکنه متاسفانه در جامعه جا افتاده باشه، ولی مطمئن باشید که من دارای چنین افکاری نیستم و این چنین مفلوک هم نیستم که برم به طرف آقای رضا پهلوی، اونم به قول بعضی با ناز و عشوه که آقا خیلی بدی هم ولی من دوست دارم. اینطوری نیست آقا جون، اینطوری نیست. قبول کنید که در بین ایرانی ها انسان هایی هستم که برای اصالت و شرافت و هویت خودشون احترام قائلن و وارد هر بازی مثل افکاری که شما دارید نمیشن. حالا در حالی که شما امروز هم باید زندگی کنید، زندگی هزینه دارد و زندگی خوب هزینه بیشتر میطلبد. البته آنجا حتما حساب کتابی هم در کار هست، به 1000 و 2000 بیننده هزینه زیادی پرداخت نمی کنند. اگر هم برای دلخوشی شما پرداخت کردن بعدن کمش می کنند. قضیه پارادوکسیکال هست. این گونه پیشنهادهای آبکی بیش از 2000 نفر بیننده ندارد و برای این میزان بیننده بیش از آن نمی پردازند. خب من مطمئن شدم که شما داره افکار مالی خوریایی هستید که نمیدونم مثلا حالا صحبت 1000 بیننده و 2000 بیننده چی هست. اگر منظورتون برنامه های منه که 1000 تا 2000 تا بیننده داره، خب این کمی خوشبختانه بیشتر از اینه. و اصلا اگر تعداد بیننده مهمه که برادر من اون آقای امید دانا هستش، بیننده‌اش 30-40 هزار نفره. اون آقای جوامردی از 40-50 هزار نفر هستن. اون آقای جواد جوادی آشپز هست، طرز سیخ کردن کباب کوبیده یاد میده، 100-200 هزار نفر. اینطوری طرز تفکر شماست؟ اگر 4000 نفر، 5000 نفر، 10000 نفر میشیدن پای یه برنامه سیاسی سنگین، اون به نظر من خیلی احترام داره. بیننده هاش هم آدم های محترمی هست که به جای اینکه بشینن رقص عربی تماشا بکنن، آمدن نشستن سر یه برنامه سیاسی چند هزار نفر دارن رو نگاه میکنن و این امیدواریست در جامعه. اما ذهن مفلوک جنابالی چی میگه؟ میگه اینا این برنامه رو درست میکنن پول بگیرن. حالا از کی پول بگیرن من نمیدونم. مثلا من از تلویزیون مانی پول میگیرم که بیام این حرفا رو بزنم. لابد آقای مانی هم میره از رضا پهلوی میگه آقا یه پولی بده ببین دیگه چه برنامه خوبی برات درست کرد. من فکر میکنم یک چیزی بود گفتن خدا گربه رو شناخ شاخش نداد. اگر شما یه موقع دستتون به یه همچین جایی برسه و بتونید در یک رادیو تلویزیون موقر و با احترام برنامه داشته باشید، ببینید دنبال چه کاسبی هایی خواهید رفت که هنوز برای من دارید پیام میدید که اینه. اونقدر هم این مسئلتون خنده داره که خود شما میگید قضیه پارادوکسیکال شد. بله، اینکه افکار شما بیمارگونه است، افکار شما صاف و زلال نیست دوست عزیز. و ما یکی از بزرگترین گرفتاری هامون افرادی مثل شماست که افکار جامعه رو خراب کرده. اگر نظر من را به عنوان یک کارشناس و مشاوره بپذیری، به شما میگویم شما مرد این میدان نیستید. شما دو راه پیش رو دارید، یا عرصه پهلوی طلبی را رها کنید یا اینکه مدتی پیش پهلوی طلبان خالدار کارآموزی کنید، چون وقاحت و بی‌شرمی در حد تیم ملی از روز اول لازمه پهلوی طلبی بوده است. شما تصور بکنید یک قزاق پاپتی بی سر و پا و بی سواد با حمایت و هدایت انگلیس ادعای سروری بر تعداد زیادی از ایرانیان آزادی خواه بکنند که هیچ، بلکه ادعای میهن پرستی هم
داشته باشد. از این راه به مقصد نمیرسید. خب آقای اردبیلی گرامی، اولا مقصد من رو شما تعیین کردید و اونم مقصد من پولدار شدنه، اونم چجوری؟ از جیب آقای رضا پهلوی. خب فکر میکنه خیلی احمقانه است. فکر نمیکنید من تو آمریکا 1001 راه دارم برای اگر دنبال ثروتمندتر شدن باشم؟ فکر نمیکنید من تو آمریکا داره زندگی مناسبی هستم و احتیاج به این چیزا نباشه؟ نه دیگه، شما همه چی رو از دید خودتون میبینید. یعنی اگه خود شما جای من بودید همین کارا رو میکردی برادر، و چون میبینید که یه ذره با افکار شما فرق میکنه آمدید دارید من راهنمایی میکنید. اما بذار یه سوال از شما میکنم. این جمله آخر، ببینید این رو از شما میپرسن، میفرمایید یه قزاق پاپتی بی سر و پا و بی سواد با حمایت به هدایت انگلیس ادعای سروری بر تعداد زیادی از ایرانیان آزادی خواه بکنند که هیچ بلکه ادعای میانترستی هم داشته باشد. خب بعد به من میگه از این را به مقصود نمیرسید. من که این قزاق پاپتی رو میخوام بذارم یه آخونده دوزاری، شما از این را به جای میرسید؟ اگر اینو کردیم یک آخوند بی پاپتی بی سر و پا و بی سواد با حمایت و هدایت انگلیس ادعای سروری بر شماها رو دارد، شما چیکار کردید امروز؟ رضا شاه که 100 سال مرده بدبخت، امروز شما داری چیکار میکنید؟ و چرا امروز نگران شدی که احیانا طرحی که من میدم 1 در 1000، من مطمئنم که اینطور خواهد بود، چیزش احتمالش 1 در 1000، مورد حمایت آقای رضا پهلوی و تعداد دیگر از انسانهای شریف جامعه قرار بگیره و بیایم و دست به تأسیس همچین صندوقی بزنن و اعتصاب در ایران به صورت شیوع پیدا کنن؟ شما چرا نگران شدی؟ الان موقعشه که ما رضا شاه رو از قبر بکشیم بیرون، محمد رضا شاه رو از قبر بکشیم بیرون، بهش رسیدگی کنیم. رسیدگی به کار آخوند جدیت نداره، موضوعیت نداره. یک کلام شما در این نامتون اشاره کردید که خب افتخاری تو اشتباه داری میکنی، اما راه براندازی نظام اینه که من میگم. نه، براندازی نظام برای شما اهمیت نداره که. مهم این استش که الان یه طرح و ایده ای رو یه نفر به نام افتخاری داره میده که همه میدونن طرفدار جمهوریه و همه میدونن که از آقای شاهزاده رضا پهلوی بارها و بارها انتقاد کرده و همه میدونن که بلافاصله بعد از پیام نوین ایشون، پیمان نوین ایشون، گفته که آقا ما آماده‌ایم همکاری کنیم، بفرمایید ببینیم چیکار باید بکنیم، و ایشون دوباره گذشته در رفته. بنابراین ثابت شده که آقا پس این نیست که هیچ که با ایشون حاضر به همکاری نیست. هستن البته چهرهایی هستن که میگن ما حرفای خودمون هم میزنیم، ما اینطوری نیستیم که تبدیل به مستشار شما بشیم، اگر مشاوره بخوای میدیم، مستشار نمیشیم که شما به ما بگی چیکار بکنیم. خب الان شما یه نگران شدی و یهو دست به قلم بردی و در قدم دومت که دیگه از حیطه ادب و احترام هم خارج شدی. ولی من اینو آوردم بخونم چون گفتم ممکنه صحبت خیلی ها باشی، خیلی ها تو این تصور باشن که مثلا من یا آقای دکتر لاجوردی دنبال یه چیزی هستیم این وسط. نه آقا، اونایی که دنبال یه چیزی بودن رفتن سراغ آقای رضا پهلوی، حسابی هم سر شیره مالیدن، منافعشون هم گرفتن و رفتن به زندگیشون. نه هیچ کدوم از اونها هم، من به شخصی در مورد خودم میگم، به اندازه من آگاهی نداشتن راجع به مسئله. بنابراین من اگر دنبال همچین چیزی بودم که شما خیالت راحت باشه، شاید اصلا اسم من نشنیده بودی و رفته بودم و به منافع خودم رسیده بودم. آقای لاجوردی که یه سابقه 20 ساله شاید هم بیشتر با آقای رضا پهلوی داره، اگه دنبال منافع بود که به راحتی منافع به دست می آورد. که عزیز من، یه کمی از این افکار بیمارگونه بیاد بیرون و بپذیرید که در بین ایرانی ها چهرهایی هستن که به مسائل از جنبه ملی نگاه میکنن، نه ایدئولوژی، نه حزبی، نه گروهی و نه منافع شخصی. ایران رو
از هر چیزی در دنیا بیشتر دوست دارن. حتی اگر یه موقعی نتونن برن توش زندگی کنن، به خاطر عشق به اون وطن، عشق به من شخصه به ادبیات اون کشور، به فرهنگ قدیم اون کشور، به تاریخ پر عظمت اون کشور، تا جایی که بتوانم تلاش میکنم خدمت کنم. این تلاش های من نه در جهت کسب منافع است، نه در جهت کسب قدرت و نه در جهت کسب نام و نشان. این یک وظیفه ملی است که من برای خودم تعیین کردم، انجام میدم تا روزی که در توان داشته باشم. و این نوع افکار بیمارگونه رو واقعا باش برخورد میکنم، چون این مثل سمی است که در جامعه ما داره روان میشه. و من نمیخوام به شما تهمت بزنم، نمیشناسم کی هستید، ولی میگم حرفایی که شما میزنید من بارها از زبان نمایندگان جمهوری اسلامی هم شنیدم. و بهترین راه برای ایجاد اختلاف و تفرقه بین مبارزین ملی است. مبارزین ملی که طرفدار جمهوری هستن و مبارزین ملی که طرفدار پادشاهی مشروطه هستن. این کاری که شما میکنید روشی است برای ایجاد اختلاف. ایجاد اختلاف بین ما یعنی ماندگاری نظام جمهوری اسلامی. دوستان عزیز، من به پایان این برنامه رسیدم. امیدوار هستم که مطالبی که عرض کردم در سطح وسیع‌تری بهش فکر کنیم، یعنی راهی پیدا کنیم که این نوع افکار بیمارگونه نتواند بر ما اثر بگذارد، بلکه برعکس بریم به سمت یک نوع اتحاد و توافق بر سر اصول. ما توافق‌های اصولی میتونیم با هم داشته باشیم بر سر اینکه قوانین کشور چگونه تنظیم بشه، اقتصاد کشور چگونه تنظیم بشه، توزیع ثروت چگونه باشه، عدالت خانه یا قوه قضاییه چگونه اداره بشه، سیاست خارجی ما چگونه باشه، منافع امنیتی و بلند مدت ما در منطقه چگونه تامین بشه، در این جهان با کیا دوست هستیم و با کیا نمیتوانیم دوست بمانیم. روی اینا میتونیم توافق کنیم. لازم نیست از روز اول ببینیم که رضا پهلوی یا نه بر بکار حرف نزن، تو 57 هستی. اینا رو آخونده ازش سوء استفاده میکنن. آخونده این افکار رو حالا یا توسعه میدن یا در مغز افرادی مثل این آقای باوه که اردبیلی میکارن و نتیجهش این میشه که ایشون بیاد این تصورات حقیرانه خودش رو به افرادی مثل من نسبت بده که آقا شما دفتید دنبال آقای رضا پهلوی که دوغنون کاسبی کنید، بعد بخون که اصلا به کسی پول نمیده، پولاش هم دزدیه، ضرر میکنی، فلان میکنی. خب این افکار بیمارگونه و بیشتر آخوندیه دیگه، همه چی رو از دید منافع مالی میبینه. تو ذهن اینا هم نمیره که ممکنه افرادی باشن که دنبال هیچ کدوم از اینا نباشن، باورشون نمیشه. نتیجهش اینه. واسه همین من این مطالب رو آوردم با شما به مشارکت بگذارم. ازتون خواهش میکنم که وارد گفتگو بشید و نظراتتون رو بفرمایید. اگر خواستید میتونید، اگر طولانی بود میتوانید از طریق رادیو تلویزیون مانی و ایمیل رادیو تلویزیون مانی برای من و آقای مانی مطالب رو بفرستید. از اینکه به این برنامه تا این لحظه توجه کردید بسیار سپاسگزارم. اگر این برنامه رو مفید دونستید لطفاً با دیگران به مشارکت بگذارید. تا برنامه آینده، بدرود.